هنوزم هر وقت حالم خوش نیست شروع میکنم به چرخیدن. یه دستم رو به آسمون و دست دیگم رو به زمین میگیرم و میچرخم. آسمون دور سرم و زمین زیر پام به چرخش میفته. من حالا دیگه خودم نیستم، بلکه یکی از هزاران اتمیم که به دور لامکان که همه هستیه میچرخه. همونطور که موسی و ابراهیم میگفت، شعور تو در وجود توست و وجود تو میتونه خیلی عمیق فکر کنه. لا 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 لا. بله بابا. خرید کردی؟ بله خرید کردم. لا 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 لا. بوسا. بله بابا. ظرفا رو شستی؟ بله ظرفا رو شستم. بوسا. بله بابا. درساتو میخونی؟ درسامو؟ بله میخونم. موسا. بله بابا. غذا رو درست کردی؟ بله غذا رو درست کردم رو میزه. موسا. بله بابا. هیچ سردار نمیارم موسا، از پولا کم شده. تو نباید دزدی کنی موسا. دیگه کاسه ی صبرم لبریز شده بود، هم تو مدرسه سرم داد میکشیدن هم تو خونه. جدا از لباس شستن، غذا پختن و خرید کردن، توی خونه تاریک بزرگ بیروح و بیعش با پدری باید زندگی میکردم که یه وکیل بیکار و بیزن بود و با من مثل یه برده رفتار میکرد تا فرزند. تازه متهم به دزدی هم شده بودم. خیلی خوب، حالا که متهم شدم چرا دزد نباشم؟ از امروز لیست خریدارو تو دفتر مخصوص یادداشت می‌کنی. پس قلکمو شکستم و تصمیم گرفتم برم خیابون عشق. قلک چینی براقی بود که رنگ گوهی هم داشت. یه سوراخ داشت که سکه بعد بخزش تو میرفت، ولی به هیچ وقت بیرون نمیتونست بیاد. این قلکو پدرم بهم هدیه داده بود، چون درست مناسب فلسفه ی زندگیش بود. پولو باید پس انداز کرد نه خرج. 50 یورو تو قلکم پول بود. تصمیم گرفتم با 50 یورو مرد بشم. 50 یورو قیمت یکی از اون خانوما بود تو خیابون عشق. به هر حال هر کسی می‌خواست مرد بشه باید این قیمت رو می‌پرداخت. ولی من هنوز 16 سالم نشده بود. بنابراین صدامو کلوف کردم و رفتم خیابون عشق. من حالا دیگه یه مرد شده بودم، مردی که با دستای مهربون یک زن غسل تعمید شده بود. هی بازم بیا برام یه هدیه هم بیا. هدیه رو یادم رفته بود، حسابی حالم گرفته شد. سری برگشتم خونه، پریدم تو اتاقم، دور برام رو نگاه کردم و قیمتی ترین چیزی که تو اتاقم بود رو به عنوان هدیه با خودم برداشتم. موسا چیکار داری میکنی؟ دارم میرم دفتر بخرم بابا. برگشتم پیداش کردم و عروسکمو بهش دادم. مرسی. تقریبا همون موقع بود که با موسی و ابراهیم آشنا شدم. موسی و ابراهیم همیشه یه خدا پیر بود. اهالی خیابون آبی سالیان سال بود که موسی و ابراهیم رو تو مغازش میدیدن. مغازش اونقدر کوچیک بود که وقتی میشست رو چارپایش، یه پاش توی مغازه بود و پای دیگهش تو پیاده رو. موسی ابراهیم پیش مردم به خیرتمندی شهرت داشت، بدون شک به این دلیل که 40 سال آزگار تنها عرب ساکنه محله یهودی نشین بود. شاید هم چون بیشتر میخندید و کمتر حرف میزد، یا شاید چون خودش از سرعت سرسام‌آور زندگی مردم عادی به خصوص پاریسی ها کنار کشیده بود. هیچ وقت از جا جم نمیخورد، مثل شاخه بود که به چارپایش پیوند خورده باشه. قفسه های خاربار رو جلو چشم هیچ کس مرتب نمیکرد و فقط خدا میدونست از 12 نصف شب تا 8 صبح کجا غیبش میزنه.
من هر روز برای غذا پختن از موسیو ابراهیم خرید میکردم، فقط هم غذای کنسروی. خب چی کار کنم، تو اون سن و سال درست کردن غذای کنسروی برام راحت تر بود. هر روز خرید کردن من نه به این دلیل بود که غذا تازه باشه، نه اونم غذای کنسروی، بلکه به این دلیل بود که پدرم برای خرید به من روز به روز پول میداد. درست همون وقتی که تصمیم گرفتم از پدرم پول بدزدم تا یه جوری به خاطر اینکه منو به دزدی متهم کرد ازش انتقام بگیرم، دست به دزدی از موسوی ابراهیم هم زدم. اولش یکم خجالت میکشیدم، ولی بعد برای غلبه بر این ترس به خودم گفتم بی خیال بابا، طرف عربه. هر روز تو چشماش نگاه میکردم و با جرأت به خودم میگفتم بی خیال بابا، طرف عربه. من عرب نیستم مامو. من از هلال ماه طلایی میام. موسیو ابراهیم میتونه افکار منو بشنوه. اگه اون میتونه افکار منو بشنوه حتما میدونه ازش دزدی میکنم. روز بعد موسیو ابراهیم هلال ماه طلایی چیه؟ این اسم سرزمینیه که از آناتولی تا ایران وسعت داره ماما. روز بعد من اسمم موساست، نه ماما. میدونم اسمت موساست، به همین خاطر میگم ماما که خیلی پرمعنا نباشه. روز بعد شما چرا انقدر مخالف این اسمی؟ این اسم یهودی نه عربی. من عرب نیستم ماما. روز بعد اگه شما عرب نیستین پس چرا همه میگن شما تنها عرب محله هستید؟ تو صنف ما عرب یعنی از ساعت 8 صبح تا بوق زنگ مغازه باز باشه، حتی روزای تعطیل. و به این ترتیب گفتگویی ما ادامه پیدا میکرد. روزی یک جمله. ما به اندازه کافی وقت داشتیم. من چون جوون بودم و اون چون پیر بود، یه روز در میونم یه قوطی کنسرو ازش کش میرفتم. خلاصه ما برای گفتگوی یک ساعته به یک یا دو سال زمان احتیاج داشتیم اگه پای بریجیت باردو به این محله کشیده نمیشد. بریجیت باردو! خیابون آبی حسابی شلوغ شده بود، راه ها بسته شده بود و هیچ ماشینی عبور نمیکرد. فیلم برداری بود، شور و هیجان همه جا موج میزد. زنها اومده بودن ببینن واقعا همونقدر که میگن خوشگل هست یا نه. مردای فرزند ها که از شدت هیجان مغزشون لیز خورده بود، افتادن کف تنبونشون. این کیه؟ بریجیت باردو. بریجیت باردو من خود سکنر چکاپیه، مثل گربه میمونه. چقدر هم مامانیه. این منو نگاه کنه من میمیرم، ولی اگه منو نگاه کنه زنده میشم. کازی مادو بادو آلن کجای بچه آلن بریجیت باردو از بریجیت باردو چی میفهمی؟ خدای من، موسیو ابراهیم جلوی مغازش ایستاده برای اولین باره، حداقل تا جایی که من یادم میاد. از روی چارپایش بلند شده. بعد از اینکه یه خورده بازی بریجیت باردو رو جلو دوربین تماشا کردم، تصمیم گرفتم از حواس پرتی موسیو ابراهیم سوء استفاده کنم و چند تا قوطی کنسرو ازش کش برم. دوباره سر جاش نشسته بود. با چشای خندونش از لای صابونا و گیره های لباس به بریجیت باردو خیره شده بود. هیچ وقت انقدر سرزنده ندیده بودمش. شما ازدواج کردین؟ معلومه که ازدواج کردم، مؤدب باش ماما. فرض کنید شما با همسرتون با دوشیز خانم بریجیت باردو توی قایق نشستی، بعد یهو قایق چپ میشه، شما چی کار میکنید موسیو؟ امیدوارم زنم شنا بلد باشه. تا به حال هیچ چشمی رو اینقدر خندون ندیده بودم. با تمام وجود میخندید، انگار از چشمش گدازه‌های آتیش فوران میکرد. یه دفعه موسیو ابراهیم عین برق گرفته ها خبردار سر جاش ایستاد. بریجیت باردو وارد مغازه شده بود. بونشوخ مادمازل. بونشوخ موسیو. آب خوردن داری؟ بله بفرمایید. آه مرسی. چه رقم میشه؟ قابل نداره مادمازل. آه مرسی. مهمون باشید مادمازل. مرسی بکو. 40 یورو. 40 یورو؟ 40 یورو. نمیدونستم آب خوردن اینجا اینقدر با ارزشه.
آب آغزش نیست مادمازل، بلکه این ستاقه های سینما هن که با آغزش رو کمیاب هن. ولی من فقط 5 یوروی بقم. ای ستاقه سهیل، ای آفتاب سوزان، من 10 یوروی ندارم. مرد باشه این قدی ندقه، باقیش من خودتون. برای شما دوتا دیاری تو دخلتون دارید. شما نباید دزدی کنید موسیو ابراهیم. آقا پسر، منم بالاخره یه جوری باید جای کنسروایی که تو کشمیری رو پر کنم دیگه. نه؟ از اون روز به بعد ما با هم دوست شدیم. ماما اگه یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه دزدی بکنی میشه 29 پا. بیا اینجا ببینم، بیا جلو، بهت میگم بیا جلو، جلوتر. قسم بخور. چی بخورم؟ قسم بخور. چی جوری؟ هر چی میگم تکرار کن. باشه. من قسم میخورم. من قسم میخورم. چه برای دزدی کردن؟ چه برای دزدی کردن؟ فقط به مغازه؟ فقط به مغازه. موسیو ابراهیم بیایم. چی ابراهیم؟ چی؟ موسیو ابراهیم بیایم ده میگم تکرار کن. موسیو ابراهیم بیایم ده میگم تکرار کن. ده میگم و تکرار نکن. ده میگم و تکرار نمیکنم. روشن شد؟ فقط از من دزدی میکنی. قسم خوردی ها. چش. از اون روز به بعد چگردای بیشتری یادم داد تا بدون اینکه پدرم متوجه بشه ازش پول بیشتری به جیب بزنم. نونای بیاتو لازم نیست دور بریزی. میتونی گرم کنی به جای نون تازه سر سفره بذاری. بیات؟ فیو تازه. تو قهوه پدرت میتونی مواد ارزون قیمت مثل کاسنی اضافه کنی. کاسنی تو قهوه؟ چای کیسه ای رو دو بار مصرف کن. دو بار؟ سه بار. جهنم سه بار. شیشه های نیمه پر شراب بردوی گرون قیمت خودتو میتونی با شراب ارزون 3 یورویی پر کنی. پر کنی 3 یورویی. و از همه مهمتر، به جای اینکه اینجا هر روز از من قوطی کنسرو بخری، میتونی به جاش کنسرو خوراک سگ استفاده کنی که خیلی ارزونه. سگ؟ سگ. موسی ابراهیم اگه گوشیش رو رنگ کنی میشه قناری، میتونی بفروشی. از برکت وجود موسیو ابراهیم دنیای بزرگترها ترک برداشته بود. دیگه این دنیای دیوار بلند بیروح نبود که مدام با سر بهش حسابت کنم. دستی از جرز دیوار به طرفم دراز شده بود. دوباره 50 یورو جمع کردم. میتونستم بازم به خودم ثابت کنم. به خاطر وجود موسیو ابراهیم زندگی با پدرم سخت‌تر شده بود. مقایسه این دو دنیا منو به وحشت و سرگیجه می‌انداخت. پیش پدرم همه چیز زرد بود، اما در کنار موسیو ابراهیم احساس گرما و روشنایی می‌کردم. نگاهی به قفسه‌های عریض و طویل کتابخونه کامل و موروثی پدرم انداختم. این کتاب‌ها انگار چکیده کامل‌ترین ادراکات جوامع بشری، دقیق‌ترین نکات فلسفی و طرح‌های قوانین بودن. تو تاریکی به کتابا خیره شده بودن. بابا 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 پنجره رو ببن موسالو، کتابا رو از بین میبره. چش بابا. نگاهی به پدرم انداختم. زیر نور خفیف مدور یا آباژور که مثل وجدانی زرد رنگ بالای سرش خیمه زده بود، تو تاریکیت خودش مچاله شده بود و تنهایی کتاب میخوند. اون زندانی دانشش بود و من در نظرش چیزی نبودم جز یه سگ. پدرم از سگا متنفر بود. هیچ وقت نخواسته بود حتی تکه استخونی از کوه دانشش رو جلوی من، جلوی این سگ بندازه. بابا 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 اگر ساکت باش موسا، فقط میخواستم اگر نمیدونی دارم کتاب میخونم، من کار دارم. ببخشید بابا. خوشبختانه برادرت پوپل مثل تو نبود. پوپل وسیله‌ای بود در دستان پدرم برای تحقیر من.
هر وقت کوچکترین خطایی از من سر میزد پدرم با اسم برادر بزرگتر منو بمباران میکرد. پاپال تو مدرسه بچه زرنگی بود موسا. پاپال تو مدرسه بچه زرنگی بود بابا. پاپال عاشق ریاضی بود موسا. پاپال عاشق ریاضی بود بابا. پاپال هیچ وقت وان حمومو کثیف نمیکرد موسا. پاپال هیچ وقت وان حمومو کثیف نمیکرد بابا. پاپال محتویات آبکی زردرنگ مسانشو درست خالی میکرد تو کاسه مسترا. نه اطرافش موسا. پاپال محتویات آبکی زردرنگ تو مسانشو درست خالی میکرد تو کاسه مسترا نه اطرافش بابا. عشق پاپال این بود کتابایی رو بخونه که پدرش دوست داره موسا. عشق پاپال این بود کتابایی رو بخونه که پدرش دوست داره بابا. پاپال هیچ وقت موقع مطالعه و کار مزاحم پدرش نمیشد موسا. پاپال هیچ وقت موقع مطالعه و کار مزاحم پدرش نمیشد بابا. شیفم شد. فقط میخواستم بگم که شام حاضره. من کار دارم نیم ساعت دیگه. راستش اصلا بد نشد که مادرم بلا فاصله بعد از تولد من دست پوپول گرفت و برای همیشه از اینجا رفت. جنگ با خاطرات پوپول به اندازه کافی سخت بود، چه برسه به اینکه بخوای با این پدیده بی‌عیب و نقص، با این انسان کامل زندگی هم بکنی. بابا 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 مامان کی با پوپول از اینجا رفت؟ درست بعد از تولد تو. بابا فکر میکنی پوپول میتونست منو دوست داشته باشه؟ اینم شد سوال؟ آره جوابش همین بود. اینم شد سوال. هیچ وقت نمیخندی پسر. بنده کار آدمای پول داره، من توانایی مالیشو ندارم موسیو. نه باید فکر میکنی من خیلی پول دارم. نه دخل شما پر از اسکناسه، کمتر آدمی رو میشه که در طول روز اینقدر با پول سر کار داشته باشه. با این پول باید جنس خرید، آخر ماه اجاره مغازه رو داد، تهش چیزی نمیمونه پسر. وقتی میگم خنده کار آدمای پول داره یعنی فقط آدمای خوشبخت میخندن. اشتباه تو دقیقاً همینجاست، این خنده است که خوشبختی میاره پسر. چه حرف چرتی؟ امتحان کن. اینا همش چرت و پرته. ماما تو پسر مؤدبی هستی مگه نه؟ باید مؤدب باشم مگر نه کتک میخورم. مؤدب بودن خوبه ولی رفاقت بهتره مومو. امتحان کن، خودت نتیجهشو میبینی. تو باید بخندی پسر، بخند. روز بعد این احمقا رفتار کردم، انگار کک تو تنبونم افتاده باشه. به هر کس و هر چیزی لبخند میزدم سر کلاس درس. موسا مسئله های ریاضی رو حل کردی موسا؟ نه خیر مادام، صورت مسئله رو متوجه نشدم. چه؟ دینگ لبخند. اشکال نداره موسا، دوباره برا توضیح میدم. سابقه نداشت، نه داد و بیدادی، نه فوشی، هیچی. تو سالن غذا خوری. موسیو ممکنه دوباره به من دسر بدین؟ چه؟ دینگ لبخند. اشکال نداره مصادقه هم باز؟ یه جونو بابا باخامه؟ باخامه سر سنگ باله و ورزش. یا 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 بوم 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 یا 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 بوم 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 یا 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 یاری یاری یا تو کت سیت بکرم شایی ورزشید کن موسا. فراموش کردم. چی؟ لبخند. اشکال نداره موسا، اینا رو بپوش. سر از پا نمیشتازم، هیچ کس قدرت مقابله با خنده های منو نداره. موسی ابراهیم بهترین اسلحه رو به من داد، من با خنده هم دنیا رو به وش میارم. دیگه نمیتونن با من مثل یه جونور رفتار کنن. بعد از مدرسه به دو میرم خیابون عشق. یه راست میرم سراغ قشنگترین خانم محله، سیاه قد بلندی که همیشه منو رد.
وقتی پدرم برمیگرده خونه کمکش میکنم تا پالتوش از تنش در بیاره. دور و برش میپلکم و یه جایی که نور باشه، جایی که مطمئن بشم منو ببینه، میگم شما زره دینگ لبخند. خنده داره؟ با فشار زیاد به خندیدن ادامه میدم. بیا خود چرا مثل مسخره شده؟ باز دیگه چه دست گلی باب دادی؟ هیچی. موقع خوردن دسر یه بار دیگه با پر روی امتحان میکنم. دینگ لبخند. یه جلو ببینم. هورا یه قربانی جدید. بهش نزدیک میشم، شاید میخواد منو ماچ کنه. من همیشه پوپولو به علاقه میبوسیدم چون بچه خوبی بود. حالا دیگه واقعا بهش نزدیک شدم، میتونم به شونه‌هاش تکیه بدم. پلکاش تون تون به هم میخوره، با دهن باز میخندم. یه جلو ببینم. من چرا تا حالا متوجه نشده بودم تو دندونا چقدر جلوه؟ تو باید دندونا تو سیم پیشی کنی. موسیقی ابراهیم همش تقصیر منه. اگه منم مثل پوپول بودم برای پدرم راحت تر بود منو دوست داشته باشه. از کجا میدونی؟ پوپول که رفته. منظور شاید اونم تحمل پدرتو نداشت. واقعا؟ خب دلیلش اینه که برای همیشه رفته. بیا این سکه رو بگیر به چرخون، آرومت میکنه پسر. موسیو ابراهیم شما پوپولو میشناختین؟ پوپولو اینو بدون مامو، من تو رو صد بار نه هزار بار بیشتر از پوپول دوست دارم. جدی؟ آره. خوشحالی؟ آره خیلی. خب پس چرا بروز نمیدی؟ مشتاتو گره کردی، داری دندون قروچه میری بسر. آخه آدم من از خانوادش دفاع کنه. من نمیتونم به شما اجازه بدم پشت سر خانوادم بد بگی. آفرین، خوبه پسر، خوبه. پاپول پسر مهربونی بود، اما من چیکار کنم که مومو رو بیشتر دوست دارم. در ضمن تو به سیم دندون احتیاج نداری پسر. فکرشو بکن با یه مش سیم که تو دهنت کار گذاشتن بری خیابون عشق. آخه کدوم یکی از اونا باورش میشه تو با این قیافه 16 سالت؟ موسی ابراهیم شما اینا رو از کجا میدونی؟ من که چیزی نمیدونم، من فقط میدونم تو کتابم چی نوشته. شما هم؟ واقعا؟ با این سن و سال؟ کدام سن و سال؟ همین سن و سال. سن و سال من مگه چشه؟ پیره. ناباله. دینگ لبخند. ماما موافقی بریم پیاده روی و گردش؟ پس شما بعضی وقتا را میری. بله. دینگ لبخند. روز بعد موسیو ابراهیم پاریس رو نشونم داد. پاریس زیبا، همون پاریسی که تو کارت پستالا به چشم میخوره، پاریس توریستا. مامو ببینی رودخونه سن درست مثل زنی که دیوونه علنگواشه عاشق و دلخسته این پلا. شانس لیزه تا تئاتر عروسکی نوتردا برج ایفل، اونم خیابون سن اوقه که توش پر از مغازه‌های کرجناس مارکدار میفروشن، مثل لابل، هرمه، سن روغان. چقدر این مغازه همون مسخره هم. مغازه شما خیلی کوچیکه ولی توش جای سوزن انداختن نیست. اون وقتی مغازه ها 7-8 برابر مغازه شما ولی خالیه خالیه. چقدر ویترین مغازه آدم پول داره فقیر بدبخت بیچاره است. به این میگن تجملگرایی، نه چیزی تو مغازه هست نه چیزی تو ویترین، اما همه چیز گرونه. اونا با آقای قصر سلطنتی هست؟ آره. بیا بریم باید نوشیدنی بخوریم پسر. مادمازل بونجور. مادمازل یه لیوان لیموناد تازه برای ایشون، برای منم رازیانه. موسیقی
موسیو ابراهیم آرنجش رو به پیشخون تکیه داده بود و در سکوت فراموش نشدنی و رویایش فرو رفته بود. آخیش، تو پاریس زندگی کردن باید عالی باش. اما تو که تو پاریس زندگی میکنی مامو. نه، من تو خیابون آبی زندگی میکنم. نوشیدنی تو موسیو ابراهیم، شما چرا آبجو نمیخوری؟ آخه من عارفم. مثل این که دوباره زیاده روی کردم، موسیو ابراهیم نمیخواد درباره بیماریش چیزی به من بگه. عرفان بیماری نیست مامو، بلکه یه جور طرز تفکره. البته طرز تفکرهایی هم هست که مثل بیماری میمونه. وقتی برگشتم خونه یه راست رفتم سراغ فرهنگ لاروس پدرم عرفان. جریان عرفانی اسلام که در قرن هشتم شکل گرفت و برخلاف لگالیسموس یا قانونگرایی بر تزکیه نفس و درونگرایی تکیه داره. درسته. موسیو ابراهیم برخلاف همه یهودیای محله ما خیلی تودار بود. بابا بابا شما به خدا اعتقاد دارین؟ مثل اینکه کم کم داری مرد میشی. متوجه منظورش نشدم. یان با خودم فکر کردم نکنه کسی بهش گفته که من میرم خیابون عشق. هرچی سعی کردم هیچ وقت نتونستم به خدا ایمان بیارم. هیچ وقت؟ چرا؟ اینقدر سخته؟ باور به اینکه این دنیا معنایی داره خیلی سخته. خیلی باید زور بزنی تا بتونی خدا رو پیدا کنی. علی بابا به هر حال من و شما یهودی هستیم. نه ما جهودیم. جهود؟ جهود! اون وقت این جهود با خدا ارتباطی نداره؟ برای من دیگه نه. یهودی بودن برای من به معنای داشتن خاطرات، خاطرات تلخ. بابا حالت خوبه؟ من میرم بخواب. بابا برای آسپرین بیارم؟ تو هم برو بخواب. چند روز بعد رنگ پریده تر از همیشه به خونه برگشت. موسا تو نباید به آدم ها اطمینان کنی. دیدی که من حق داشتم. دنیا پر از کثافته. احساس گناه میکردم. با خودم گفتم حتما با اون آشغالایی که به عنوان غذا به خوردش دادم سلامتیشو به خطر انداختم. من رو از کار اخراج کردم موسا. دیگه تو اون دفتر وکالت من احتیاجی ندارم. راست چندان از شنیدن اینکه کسی علاقه به همکاری با پدرم نداره تعجب نکردم. باید دنبال یه کار جدید بگردیم یه جای دیگه. کمربند رو باید محکمتر ببندیم پسر. بابا به نظر من میرم بخوابم. بابا برای آسپرین بیارم؟ تو هم برو بخواب. بابا موسیو ابراهیم شما چی کار میکنی که همیشه خوشبختین؟ من میدونم تو کتابم چی نوشته. شاید یه روز کتابتون ازتون دزدیدم. ولی به عنوان یه جهود این اجازه رو ندارم. ماما یهودی بودن برای تو چه مفهومی داره؟ نمیدونم. ولی برای پدرم به این معنیه که همه این روز افسرده و خموده باشی. برای تو چی؟ برای من؟ تنها عاملیه که جلومو میگیره تا یه چیز دیگه باشم. موسیو ابراهیم ممکنه کتابت رو به من قرض بدی؟
مامو مامو کفشات مامو کفشات دیگه از بین رفته پسر سیو ابراهیم میگم ممکنه برای یه مدت کتابتون رو به من قرض بدی؟ باید یه جفت کفش نو برات بخریم من که پول ندارم اونش با من این یه هدیه است باقیش خیلی ممنون زندگی انسان در دو بستر جریان داره پسر یا تو رخت خواب یا تو کفشاش تو رخت خواب یا تو کتابتونم به هم میدی تو یه جفت پامه که بیشتر داری نه پس باید مراقبشون باشی کفشا تنگن عوضشون کن تنگ نیستنی حالتا که نمیتونی عوض کنی من کتابتون تو باید یه جفت کفش نو داشته باشی روز بعد وقتی از مدرسه برگشتم خونه تو راهروی تاریک و خالی خونه چشمم به یه یادداشت افتاد نمیدونم چرا ولی با دیدن دستخط پدرم دلم یه هول ارزید اون سامن رفتم سالها بعد وقتی که تو بزرگتر شدی شاید دوباره همدیگر رو دیدیم یعنی زمانی که من خجالت زده نباشم و تو هم منو بخشیده باشی خدا حافظ من هرچی پول داشتم گذاشتم روی میز اینم لیست افرادی که بعد از رفتن من باید بهشون خبر بدی هر کاری داشته باشی اونا کمکت میکنن تو باید بلا فاصله تصمیم گرفتم یه جوری رفتار کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده نباید میپذیرفتم که پدرم منو ترک کرده دو بار منو تنها گذاشته بودم یه بار مادرم بعد از تولدم و این بار تو سن بلوغ پدر و مادرم یعنی تنها کسایی که موظف نگهداری از من بودن منو ترک کرده بودن قبل از اینکه گند کار در بیاد باید به خودم و بقیه دنیا ثابت میکردم که منم قابل دوست داشتنم اگه این مسائل رو میشد دیگه پیش هیچ کسی چه اعتباری نداشتم آخه چه چیز وحشتناکی که تو من وجود داشت چرا کسی نمیتونست منو دوست داشته باشه تصمیمم قطعی بود باید جوری رفتار میکردم که انگار پدرم هنوز تو همین خونه با من زندگی میکنه با هم غذا میخوریم و شبای طولانی و خسته کننده رو با هم سر میکنیم موسیقی ابراهیم پدرم یبوست گرفته چیکار کنم؟ شربت فرندرانکا خوبه بیام با پولی که پدرم برام گذاشته بود میتونستم یه ما زندگی کنم کم کم شروع کردم به یاد گرفتن امضاش تا بتونم جواب نامه های مهم مثل نامه هایی که از مدرسه میومد رو بدم موسی ابراهیم پدرم که هنوز خوب نشده از شکمش خیلی واسف شده باشه بیا یکی دیگه ببر فقط کم بخوره وگرنه بابا اینم برای تو خریدم پسر باقش کتاب تو کماکان برای دو نفر غذا میپختم هر شب بشقاب شام پدر رو روبروی خودم روی میز میگذاشتم و بعد از شام بشقاب پر غذا رو بر میداشتم و خالی میکردم تو چاهک آشپزخونه برای اینکه همسایه های روبروی شک نکنن روزی چند نوبت رو صندلی پدرم مینشستم پلیورش رو تنم میکردم کفشاشو میپوشیدم کمی به موهام آرد میزدم و سعی میکردم تا کتاب زیبا و نوعی که موسیو ابراهیم به هدیه داده بود رو بخونم موسیو ابراهیم چیه پدرت باز تو مسترا گیر کرده آره ولی این بار بیا تو مغازه پسر بیا هر چی میگم و تکرار کن مامو من قسم میخورم که فقط از اینایی که میگم و تکرار کن انجردن داشگله جکلن جشکری آی بره باخ بره باخ ای کمان بره باخ بره باخ کمان باخ گوزل خمار یاشگله زمانه یاشکری گوزل گوز 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 یاشگله آی بره باخ یعنی چی؟ بنزردن داشگله آی بره باخ بره باخ خمار گوزل یاشگله آخری باخ آخری باخ پنکلگن داشگلی مرخی باخ مامو مدتی پدرتو صبح نمیبینم پسر پدرم یه جای جدید استخدام شده برای همین صبح باید زودتر بره
از اینکه تو کتاب منو میخونی عصبانی که نمیشه. اما یواشکی میخونم، راستشو بخواین هیچی هم نمیفهمم. آره آدم نباید یه ذره سراغ کتاب، باید کسایی رو پیدا کنی که بتونی باشون حرف بزنی پسر. ولی مو چیه؟ شما که خودتون همش از کتاب حرف میزنی. آره من همه چیزو از کتاب میدونم. مامو هوای دریا به سرم زده، بریم نورماندی؟ واقعا؟ واقعا؟ واقعا البته اگه پدرت موافقه. پدر موافقه؟ واقعا؟ واقعا خیلی خوب، را بیافریم. ترمز بود دین دین نورماندی. چقدر قشنگه، دریا رو ببین ماما، کشتی ها. مراقبش خیس نشی پسر. چه آبی، پرنده ها رو ببین چه آوازی میخونن. اینجا خیلی قشنگه، اینجا خیلی 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 قشنگه بوسیو ابراهیم. اگه خیلی خیلی قشنگه دیگه چرا داری گریه میکنی پسر؟ این همه زیبایی حق من نیست. زیبایی همه جا هست، فقط کافیه چشم بندازی تا بتونی ببینیشو. پرنده ها رو نگاه ماما. میبینی ماما؟ نه. آدم اگه نتونه از زندگیش درس بگیره هیچ کتابی هم بهش کمک نمیکنه پسر. چه هوایی ماما. موسیو ابراهیم من باید عاشق بشم. خب بشو. خب از کجی گیر بیارم؟ مدرسه‌تون. تو مدرسه ما که فقط یه دختر هست. یه دختر؟ مدرسه ما که مختلط نیست، پسرونه است، اونم چه پسرایی. این ملکه خوش اقبال کی هست؟ دختر سرایدار مدرسه همون. ساندقین. ساندقین چند سالشه؟ داره 13 سالش میشه. ساندقین ببینم تو مدرسه‌تون چند تا پسر هست؟ 300 تا، 400 تا، 500 تا، 600 تا، 700 تا. 700 تا. ساندقین ملکه‌ای که به 700 پسر بچه تازه بالغ فرمان روایی میکنه. اون اولا خیلی با هم خوب بودیم. خب حتی من یه بار عروسکمو بهش نشون دادم، اونم خیلی خوشش اومد. خوب کاری کردی. ولی بعدش یه جوری با من رفتار کرد که انگار من اصلا لایقش نیستم. اصلا مهم نیست. مهم نیست؟ ببین مامان، عشق ساندقین متعلقه به توه، هیچ کس هم نمیتونه این عشقو ازت بگیره. حتی اگه خودش این عشقو نپذیره در اصل ماجرا هیچ فرقی نمیکنه. این ساندقینه که یه چیزی رو از دست میده. اگه میخوای چیزی برای همیشه پیشت بمونه اونو ببخش. اگه میخوای چیزی رو برای همیشه از دست بدی اونو پیش خودت نگه دار. موسیو ابراهیم شما زن دارین؟ بله. پس چرا با زنتون نیومدین اینجا؟ ماما 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 این دریا یه دریای انگلیسیه. موسیو ابراهیم نمیخواین جواب منو بدین؟ خاکستری، توسی، قرمه، آبی، زرشکی. اصلا رنگ طبیعی آب نیست پسر. زنتون. بیا بیا گوش کن، این دریای لهجه انگلیسی پیدا کرده. هلو هلو موسی ابراهیم، چرا جواب منو نمیدین؟ برو تو بازی کن بس. برای چی بازی؟ برو کنار آب ببین چه هوایی مامو. خب چرا جواب منو نمیدین؟ سکوتم خودش یه نوع جواب پسر. موسی ابراهیم هر روز صبح قبل از من از خواب بیدار میشد، میرفت طرف پنجره، سرشو رو به نور میگرفت، بعد منو از خواب بیدار میکرد و با هم نرمش میکردی. بیر ایچی ایچی
موچ 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 از موسیو ابراهیم آموختم دو قوس پیش از اینکه یهودیا امبیر مسلمونا اونالتی و مسیحیا ارمیبش به جون هم بیافتن ارمیالتی در بینشون افراد فهیم و بادرایتی هم وجود داشته مین مسئله که اصلا به من رد نداشت ولی یه جورایی خوشم اومد یوز بعد از بازگشت از نورماندی به محض ورود به خونه ای تاریک و خالی احساس عجیبی به من دست داد چیزی تو من عوض نشده بود ولی با خودم فکر کردم به دنیا میشه جور دیگه ای نگاه کرد با خودم گفتم پنجره ها رو باز کن دیوارا رو میشه رنگ کرد تا اتاق روشن‌تر بشه گفتم هیچ چیز نمیتونه مانع از این بشه که اساسی قدیمی خونه رو که بوی گذشته میده بفروشم گذشته که بوی تعفن و کهنگی میداد پولام تموم شده بود شروع کردم به فروختن کتابا جعبه جعبه کتابا رو میفروختم و بعد از فروش هر کتاب کمی خودم رو آزادتر احساس میکردم سه ماه از ناپدید شدن پدرم میگذشت من هنوز برای دو نفر غذا درست میکردم و خیلی عجیب بود که موسیو ابراهیم کمتر سراغ پدرمو میگرفت یه روز صبح در خونه با صدای بلندی به صدا در اومد باز کنید پلیس گیر افتادم خیلی تقلق کردم حتما اومدن دستگیرم کن بسارم خبر بدی برای شما داریم پدر شما مرده نمیدونم چه چیزی منو بیشتر به تعجب واداشت شنیدن خبر مرگ پدرم یا اینکه پلیس منو شما خطاب کرده وا رفتن اون نزدیکی مارسی خودشو جلوی قطار انداخته اصلا از کارهای پدرم سردن نمیارم برای هرچی کاری که حتما نمار رفت مارسی همینجا پر از قطار خوب همینجا تو پاریس بیشتر از مارسی همه چیز حاکی از اینه که پدر شما در ناامیدی کامل دست از زندگی شسته ما این موضوع رو به اطلاع اداره کودکان بی سرپرست میرسونیم کودکان بی سرپرست؟ یه خواهش ناخوشایند دیگه ای از شما دارم شما باید جسد رو شناسایی کنیم نه شما باید با من بیاید نه شما باید با من بیاید نه نمیام شما باید با من بیاید نه نمیام شما باید با من بیاید شما باید با من بیاید شما باید با من بیاید ماما منم موسیقی رایی ماما آروم باش آروم باش پسر من خودم برای شناسایی جسد میرم نگران نباش ماما ابراهیم شما از کی جریان پدرمو میدونستی؟ از همون وقتی که رفتیم نورماندی ماما تو نباید از دست پدرت عصبانی باشی عصبانی نباشم؟ نه چرا؟ پدر که زندگی آدمو به گن میکشه پدر که بچهشو ترک میکنه و دست به خودکشی میذاره خیلی باعث امیدواریه از دست همچین پدری نباید عصبانی بود واقعا نمیتونست به خاطر سنگینی بار و وجدانش فقط منو ترک کنه خودشون نکشه ماما پدرت هیچ الگویی تو زندگیش نداشت بچه که بود والدینش رو از دست داد فاشیستا اونا رو دستگیر کردن و بعد از چند وقت تو اردوگاه نازیا جون دادن پدرت هیچ وقت نتونست بپذیره اون تنها کسیه که از این فاجعه جون سالم به در برده به خاطر زنده موندنش همیشه خودشو سرزنش میکرد بی خود نبود که خودشو جلوی قطار انداخت چرا؟ به خاطر اینکه والدینشو با قطار به سوی مرگ فرستادن اون سالها بود که دنبال قطار خودش میگرد اگه قدرت زندگی کردن نداشت نه به خاطر تو به خاطر تمام اون چیزایی بود که قبل از تولد تو به اون پیوسته یا نه پیوسته
بعضی شبا دلم خیلی میگیره، همش به پاپول فکر میکنم. حالا که پدرم مرده دلم میخواد باهاش آشنا بشم. بکنم حالا دیگه تحملش برام راحت تره، چون دیگه کسی نیست که پاپول مثل چماق بکوبه تو سرم بگه من چقدر تنه نشم. همیشه قبل از خواب به این فکر میکنم که یه گوشه ای از این دنیا یه برادری دارم که زیبا و کامل و بی نقصه و من نمیشنسم، ولی شاید یه روز باهاش آشنا شدم. میفهمید چی میگم موسی ابراهیم؟ بسته دیگه پسر، بپر پایین ببینم. موسیو ابراهیم، میخوام خونه رو رنگ بزنم. فکر خوبیه، بیا این رنگ، اینم قلمون. اگه این خانومه باز از طرف اداره کودکان بی سرپرست اومد بگو هنوز شناسنامت رو پیدا نکردی. یه جوری دست به سرش کن ببینیم چی کار میشه کرد. بعد از ظهر همین که پنجره رو باز کردم تا بوی گند رنگ بیرون بره، زنی وارد خونه شد. نمیدونم چرا، ولی شاید از شرم و تردیدش، حالتاش، مدل راه رفتنش بین نردبونا، با اینکه اصلا دلش نمیخواست رنگی بشه، خیلی سریع فهمیدم که کیه. ببخشید. شما؟ من با موسا کار داشتم. شما کی هستید؟ من مادرش هستم، تو کی هستی؟ من؟ به من میگن موما. مومو؟ آره، مخفف اسم محمده. یعنی تو موسا نیستی؟ نه مادام، اشتباه گرفتی، من محمدم. ولی اینجا پسری زندگی میکرد به اسم موسا، نه؟ میخواستم بگم من از کجا بدونم؟ شما مادرشی، شما باید بدونید. ولی در لحظه آخر خودم کنترل کردم، چون دیدم پاهای اون زن بیچاره به لرزه افتاده. در عوض دروغ کوچوله قشنگی تحویلش دادم. موسا از اینجا رفته مادام، دیگه حالش از همه چی به هم میخورد. اصلا دلش نمیخواست به گذشته فکر کنه. کی برمیگرده؟ من از کجا بدونم موسا کی برمیگرده؟ من محمدم نه عیسی. اصلا من باید برگردم. آها، وقتی داشت میرفت گفت میخواد دنبال برادرش بگرده. برادرش؟ آره، موسا یه برادر داره. بله؟ برادرش پوپول. پوپول؟ من که دیگه دارم قاطی میکنم. آره، پوپول، همون پوپولی که تو مدرسه خیلی سرنگ بود، همون پاپانی که عاشق ریاضی بود، همون پاپانی که هیچ وقت وان همون ما کسیب نمی کرد، همون پاپانی که محتویات آبکی سرد رنگ تو مستانش درست خالی می کرد تو کاس مستران اطرافش، همون پاپانی که موقع مطالعه و کار مزاحم پدرش نمی شد، همون پاپانی که کتاب خون بود، همون پاپانی که عاشق... من قبل از موسا فرزند دیگه ای نداشتم. من هیچ وقت فرزندی به اسم پوپول نداشتم. بوی رنگ داره خفم میکنه. من که دیگه دارم بیهوش میشم ماما. محمد، بگو ببینم محمد، تو موسا رو دوباره میبینی دیگه نه؟ ممکنه. اگه یه روزی دوباره موسا رو دیدی بهش بگو من خیلی جوان بودم که با پدرش ازدواج کردم. فقط به این خاطر ازدواج کردم که بتونم از خونه پدریم بیام بیرون. من هیچ وقت پدر موسا رو دوست نداشتم، ولی موسا عزیز من بود. من بعد از اون با یه مرد دیگه آشنا شدم و پدرت بهم چی گفتید؟ چی گفتید؟ منظورم پدر موساست. اون به من گفت برو برو، اما موسا رو بذار پیش من بمونه، وگرنه منم ترجیح دادم برم و زندگی جدیدی رو شروع کنم، زندگی همراه با خوشبختی.
معلومه که اینجوری خیلی بهتر بود. اینا رو به موسا میگی دیگه نه؟ ممکنه موسیو ابراهیم. پس من کی میتونم پسر خوندتون بشم؟ از همین فردا کوچولوی من. کارهای اداری تقریبا شبیه جنگ. شناسنامه بفرمایید، فرم تعهد، بله، سند مغازه، عکس کپی، 18 تا عکس مال بفرمایید، فرم کپی، عکس کپی، کپی کوب زهرمان. یه جواب اومد. خب رد کرد. موسی ابراهیم مثل که همه مخالفه. ولی من که فلکون نیستم مامو. سند مغازه بفرمایید، فرم کپی، عکس بر بفرمایید، فرم تعهد بر بفرمایید، فرم کپی، عکس بفرمایید، کپی کوب زهرمان. آه جواب قطعی اومد. خب متاسفانه متاسفانه تو از امروز پسر منی. پسرم، پدرم، پسرم، پدرم، پسرم، پدرم، کمرم، مادر. بالاخره به توصیه کارمند اداره با تقاضای من موافقت کرد. زنتون، زنتون چی؟ اونم موافقه؟ اون مدت هاست که به وطنش برگشته پسر. من هر کاری صلاح بدونم انجام میدم. اگه بخوای همین تابستون میتونیم بریم پیشش. عالیه. من میگم بهتره با قالیچه پرنده بریم. حبیبی، حبیبی، امروز باید جشن بگیریم پسر. میخوام یه ماشین بخرم، بعدش باش میریم مسافرت، میریم به کشور هلال طلایی و من دریا رو به تو نشون میدم مامو، همون دریای بی همتایی که من از اونجا اومدم. بابا با ماشین میریم یا با قالیچه پرنده؟ به جای زبون درازی بیا برو یه ماشین انتخاب کن. بودو ببخشید آقا. آقا آقا این ماشین رو پسرم انتخاب کرده، میخوام بخرم. بهتری ماشین، بهتری انتخاب. ما که از جادار کم مصرف. میخوام هشت جای بگه، هشت جای سینی، هشت جای سار اسمه بخار، هشت جای سینی وای فای نمیگشه، موتور ایبریدی یعنی اتی. چقدر شما حرف میزنی آقا، این همه توضیح لازم نیست، گفتم میخوام بخرم. شما اصلا گواهینامه داری؟ بله. اخ کمبینی این چیه؟ ورقه پاپیروس؟ چه خطیه؟ میخی؟ میخ؟ به چی گفتی میخ؟ میخ نه میخی، چمپیون یعنی بابا. اصلا کو مهرش؟ کو امضاش؟ اینا ها؟ این امضاش، این هم مهرش. خیلی خواه دم قصد. هشت ماه اول 12 درصد اسکانتشه. آقای محترم شما چرا گوش نمیدی؟ پولم نقده، نقدن میخوام بخرم. چرا داد میزنی؟ یه چک بنویسی به تاریخ روز چمپیون. اما این آقا کلن متوجه نمیشه، گونی های پولو بردار بیار. مگه زمان مصر باستان امکان نره؟ یعنی چی امکان نداره؟ من این پول از دست مشتری گرفتم، حتی برژید باردو. شما چرا قبول نمی کنی؟ ماما شپیه! این آقا اصلا فروشندگی بزن بریم پاپی رو وای فا میخی نبیگشم. چه زرتی همش به هر میخوره؟ شپیه! دو تا فاغون بیاری پولا رو ببر کشش با. دو هفته دیگه ماشین رو باید میرفستم. یعنی چی دو هفته دیگه؟ پاپی رو عثمان تا دو هفته دیگه مردم. دو روز بعد ماشین جلوی در مغازه بود. واقعا که موسیو ابراهیم ختم روزگار بود. آه! بوغشه؟ این بوغشه. خب من یه استارت میزم. ماما! باشه باشه، پس من پشت میشینم. شما را بیا روشن کن. ساب کن. روشن کن دیگه. ساب کن. بابا را بیا. چجوری ساب کن؟ من که نمیتونم اینو را بندازم. چرا؟ مگه شما رانندگی بلد نیستین؟ چرا؟ سالها پیش رفیقم عبدالله یادم داد، ولی چی؟ اون موقع ها ماشینا یه جور دیگه نبودن؟
اون ماشینایی که شما سوار میشدین با اسب کشیده نمیشد؟ با اسب این لبخند؟ با خر یا الاغ؟ پس اون گواهی نامه که نشون دادی چی بود؟ اون یه نامه بود از رفیقم عبدالله. چی نوشته؟ عزیز و فعال دوستم ابراهیم، امیدوارم که یوز الیاشاسوز. اگر بیزی مالموز دستون روشه از الحمدلله ساغ سالمه و فعال دوستم ابراهیم بیزیم خانواده هم مساغده. بلغش سلام یتردی، فرامه سلام یتردی، بابای سلام یتردی، شیر محمد سلام یتردی، آنا یخسیدی، آتا یخسیدی، گل محمد یخسیدی، محسنین گلی نتویدی، بویر اوشاق گتیلن. عزیز وفال دوستم ابراهیم، بویر مزرع محصولی یخسیدی، مرزه، پخله، نخول، لوبیا، گندم، بویر مرزه پیشتی، پخله پیشتی، نخول پیشتی، هر بیر نهار چونو صادق بشگیرو در ساخلادم. عزیز دوستم ابراهیم، بو ایل یخچی بارموز باریدی، آلما، هیوا، آلبالی، خورمالی، شفتالی، زردالی، آله، چوخ یخچی محصول بردیم. 100 کلو آلما صادق 50 کلو ساخلادیم، 200 کلو هیوا صادق 100 کلو دا ساخلادیم، 50 کلو خورمالی صادق هیت زاد ساخلامادیم، ایبی یوخ، ایبی یوخ، 100 کلو شفتالی صادق 100 کلو دا ساخلادیم، 300 کلو زردالی صادق تقریبا 20 کلو اینطورا دا ساخلادیم، 10 کلو ساخلادیم، 5 کلو دا ساخلادیم، فتولا دا سلام یتیردی. بویر آرماد را همو با همو را با پیشتیلر، آلو مربا پیشتیلر، آلبالو مربا پیشتیلر، زردالو مربا پیشتیلر، اولا رو چوخ یخچی ساتدیم. خلاصه که چوخ یخچی محصول بردیم. وفالی عزیز قارداشم، اورایم چوخ سنه استیم، الله سنه ساخلاسن. موسی ابراهیم نعمت دا سلام یتیردی، گل افروز دا سلام یتیردی، آه گل افروز دا، آخ عبدالله. یعنی چی؟ نوشته برداشت محصول خوب بود، سرمون به گل نشست. اونم چه گلی میخی. میگم تو کتاب تو چیزی درباره این ننوشته بتونه ما راهنمایی کنه؟ ما کتاب که راهنمای مکانیک ماشین نیست، اون که به این آهنپارا کاری نداره، به امور روحانی میپردازه. بابا در زمون زمان با شطور سفر میرفتن. چته؟ لبخند. حالا وقت آموزش رانندگیه، چون تو به سن قانونی نرسیدی من به طور رسمی آموزش میبینم. و من مثل یه شونه به سر تو صندلی عقب به توضیحات معلم گوش میدادم. وقتی کلاس تموم میشد میرفتیم سر وقت ماشین خودمون و من پشت فرمون میشستم. برای اینکه به ترافیک نخوریم شبا رانندگی میکردیم. روز به روز واردتر شدم، تابستون که از راه رسید سفرمون رو شروع کردیم. قله اون کوه ببین چه برفی نشسته، هزاران کیلومتر از سر تا سر جنوب اروپا گذشتیم و همیشه پنجره ماشین پایین. وقتی آدم با موسیو ابراهیم مسافرت میکنه چه جنگی، دنیا در نظر زیباتر میشه و کشف این مسئله برای من خیلی هیجان انگیز. چه خری، من همیشه پشت فرمون بودم و همه حواسم متوجه جاده. ماما آسمون رو میبینی، ابرا رو نگاه کن پسر، گل اون دریاچه رو نگاه کن، خونه ها رو میبینی ماما، اسبا، این اسبا حتما اسبا این مسابقه است. من که از اروپا چیزی ندیدم، فقط شنیدم. چه بوی نونی میاد اینجا. اون بچه دهاتیه رو نگاه کنون بالا، لپش گلی انداخته. چقدر گاو گوسفند بسر اونجا رو نگاه. سطل آشغال مومو. سطل آشغال؟ سطل آشغال. که چی؟ ببین مومو، اگه میخوای به فقر یا ثروت یه منطقه پی ببری، یه نگاه به سطل آشغالش بنداز. اگه نه سطل دیدی نه آشغال، بدون اون منطقه خیلی ثروتمنده. اگه سطل دیدی آشغال ندیدی، بدون ای ثروتمنده. اگه آشغال کنار سطل بود، بدون نه فقیرن نه ثروتمند، منطقه پر از توریسته. اگه آشغال دیدی سطل ندیدی، بدون منطقه خیلی فقیره. اگه دیدی آدم ها دارن تو آشغال گول میزنن، بدون خیلی خیلی فقیره. این منطقه منطقه ثروتمندیه. معلومه اینجا سوئیسه. نه ماما، از اتوبان نه. آخه چرا؟ اتوبان یعنی فقط رانندگی، تو اتوبان چیزی برای دیدن وجود نداره. اتوبان به درد آدمای دیوونه میخوره، خیلی سری میخوان از یه نقطه به یه نقطه دیگه برن. ما که راننده کامیون نیستیم پسر، ما داریم سفر میکنیم. ولی بالاخره یه روز باید برسیم یا نه؟ میرسیم. از یه جاده فرعی خوشگل برو، دیدنی زیاد داشته باشه. معلومه. شما که پشت فرمون نشستین. اگه نمیخوای با من طبیعتو ببینی، میتونی مثل خیلی‌ها با هواپیما سفر بری. دینگ لبخند.
اونجا مردا فقیرن؟ آره، اینجا آلبانیه. نگه دار ماما، این بو رو حس میکنی ماما؟ چه بویی؟ بوی خوشبختی میاد پسر. اینجا یونانه. میبینی آدمایی با صبر و تحملی داره، در آرامش دارن ما رو نگاه میکنن و نفس عمیق میکشن. ماما من تو زندگیم خیلی کار کردم، اما آروم کار کردم، یعنی برای خودم وقت گذاشتم، هیچ وقت به سود بیشتر فکر نکردم، عشق صفحای طولانی و مشتری رو هم نداشتم. آرامش رمز خوشبختیه پسر. هوا تاریک شد. چقدر حرف میزنی، بریم. از استانبول که رد شدیم کم حرفتر شد، خیلی براشفته بود. داریم به دریای محل تولدم نزدیک میشیم. موسیقی ابراهیم برای تو آرومتر. دلش میخواست از همه چیز لذت ببره، معلوم بود یه ترسی به سراغش اومده. نگه دار مامو. دلت میخواد یه بازی بکنیم؟ آره. بیا تو چشماتو میبندی، من تو رو میبرم به اماکن مذهبی و تو از طریق استشمام عطری که تو هوا موج میزنه باید نوع مذهب رو تشخیص بدی. موافقی؟ چشماتو ببند. بو بکش. بوی شم کاتولیک. درسته. اینجا کلیسای سان آنتونیوست. چشماتو ببند. بو بکش. بوی کندور ارتودکس. درسته. اینجا آیا صوفیاست. گفشتو درار، چشماتو ببند. بو بکش. چه عطری؟ این عطر گلابه. اینجا مسجد آبیه، مکانی برای عبادت که به دست انسان‌ها و برای انسان‌ها ساخته شده و در آن بوی انسان موج می‌زنه. عطر این جورابا به انسان آرامش میده. به منم آرامش میده. من همیشه میگم از همسایم بهتر نیستم. منم بهتر نیستم. من بوی خودم رو حس میکنم. منم بوی خودم رو حس میکنم. گوش کن ماما. میشنوی؟ میخوام تو رو به جایی ببرم که از زمین جدا بشی پسر. از زمین جدا شیم؟ میریم به خانقاه. خانقاه؟ همراه من بیا. قلب انسان مثل یه پرنده است. تو قفس بدن زندانیه. تو قفس بدن زندانیه. و آنگاه که برقصی قلبت شروع به خوندن میکنه. قلبی که آرزوش یگانگی با خداست. یگانگی با خدا. و من در آنجا برای اولین بار مردانی را دیدم که به دور خود میچرخیدند. عرفا با پیرهنهای بلند و نرم و بزین به رنگهای سفید و سیاه مانند فره به دور خود میچرخیدند. میبینی ماما؟ اونا دارن به دور خودشون میچرخند، به دور قلب خودشون، یعنی محل حضور خدا، میچرخند. این یه نیایش پسر. شما به این میگین عبادت؟
اونا از هر گونه وابستگی به زمین جدا میشن و از اون چیز سنگینی که ما بهش میگیم توازن فاصله میگیرن و تبدیل به مشعلهایی میشن که در آتش بزرگ ذوب میشن. سعی کن امتحان کنی از حرکات من تقلید کن مامو. به هنگام رقص دور بودن از خاک رو حس می کنی. حس می کنی بابا؟ می‌بینی؟ در از ما به یک پاپ بسرم تبیده داری به دریای محله تولدم نزدیک میشی. من در کنار موسی و ابراهیم خیلی خوشبختم. به زودی رفیقم عبدالله رو می‌بینی. پدرم چاره این رو شسی که بره عیبی نداره. تو همینجا زیر درخت زیتون منتظر باش، من برم سر گوشی آب بدم. من به پدرم کینه ای ندارم، حتی به مادرم کینه ای ندارم. پسرجان اون روز فراموش نشدنی رسید. بعد از نهار همونطور که به درخت زیتون تکیه داده بودم خوابم بود. هوا تاریک شده بود که از خواب پریدم. تا نیمه های شب منتظر موسی ابراهیم موندم. یاد راهی دهکده بعدی شدم. به میدون ده که رسیدم اهالی به طرفم هجوم آوردن. زبونشون رو نمیفهمیدم، خیلی تند و با هیجان حرف میزدن، ولی انگار منو میشناختن. منو به یه خونه بزرگ بردن. از سرسرای بزرگی رد شدیم که تعداد زیادی زن توی زجه میزدند. بعد منو بردن پیش موسی ابراهیم. موسی ابراهیم با سر و صورت خونی و زخمی گوشه دراز کشیده بود، با ماشین خورده بود به یه دیوار. خودمو پرت کردم تو بغلش. سفر همینجا به انتها رسید مامو. ولی ما که هنوز به دریای معنی تولدتون نرسیدیم. من رسیدم پسر. نه 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 موسی ابراهیم، همه ی رودا به یه دریا میریزه، فقط یه دریا. گریه نکن پسر، ناراحت میشم. ولی آخه چی به سر شما میاد؟ من این ترسی ندارم. من میدونم که کتابم چی نوشته. من میدونم تو کتابم چی نوشته. ریچید بارتو، نورماندی، پاپیروس، بوی پا، بوی پا، بوی پا، پاپا، پاپا، پاپا. تو داری برای خودت گریه میکنی پسر. من سالهای خوشی داشتم، سالهای زیادی رو به خوشی گذروندم. همسری داشتم سالها پیش فوت کرد و من هنوز عاشقشم. رفیقی داشتم به اسم عبدالله، سلام منو بهش برسون. مغازه کوچیکم خوب میچرخی. خیابون آبی خیابون قشنگیه، حتی اگه آبی نباشه. از همه مهمتر من تو رو داشتم بسر. برای اینکه دلشو به دست بیارم به سختی جلوی اشکامو گرفتم و با فشار زیاد لبخند زدم. دینگ لبخند. آروم چشاشو بست. موسی ابراهیم. نگران نباش مامو، من نمیمیرم پسر، من دارم جاودانه میشم. و تموم کرد. ای
یه مدت اونجا موندم. با دوستش عبدالله خیلی درباره بابا حرف می‌زدیم. خیلی هم میچرخیدیم. موسی عبدالله شبیه موسی ابراهیم بود، فقط کمی چروکیده تر. سینش پر از شعر بود و کلمات ناب. موسی عبدالله موسی ابراهیمی بود که بیشتر وقتش رو به کتاب خوندن گذرونده بود تا کاسبی کردن. ساعتهایی رو که تو خانقاه ها میچرخیدیم بهش میگفت رقص کیمیاگری، رقصی که مصر رو تبدیل به طلا میکنه. هنوزم هر وقت حالم خوش نیست شروع میکنم به چرخیدن. یه دستم رو به آسمون و دست دیگم رو به زمین میگیرم و میچرخم. آسمون دور سرم و زمین زیر پام به چرخش میفته. من حالا دیگه خودم نیستم، بلکه یکی از هزاران اتمیام که به دور لامکان که همه هستیه میچرخه. همونطور که موسی ابراهیم میگفت، شعور تو در وجود توست و وجود تو میتونه خیلی عمیق فکر کنه. من با اوتو استاپ زدم به فرانسه برگشتم. همونطور که موسی ابراهیم گفته بود به خدا توکل کردم. کنار خیابونا و جاده ها میخوابیدم. همینش هم موهبتی بود. دلم نمیخواست اسکناسایی رو که لحظه خداحافظی موسی عبدالله تو جیبم گذاشته بود خرج کنم. وقتی به پاریس برگشتم متوجه شدم موسی ابراهیم تمام اقدامات قانونی لازم رو انجام داده و من از سرپرستی خودش خارج کردم. حالا من به عنوان یه جوون بالغ وارث پول، مغازه و کتاب موسی ابراهیم بودم. بالاخره میفهمم چی تو کتابش نوشته. بعضی وقتا مادرم بهم سر میزنه. هر روز برای خوش آمد منو موما صدا میکنه. همیشه هم دنبال اخبار جدیدی درباره موسی است. من به همراه زن و دوتا بچه هم دوشنبه هم میریم به دیدنش. بچه هم بهش میگن مادر بزرگ. حالا من یعنی مومو بقالی هستم تو خیابون آبی، خیابونی که برخلاف اسمش آبی نیست. همه به میگن بقال عربه. تو صنف ما عرب یعنی از 8 صبح تا بوق سگ مغازه باز باشه، حتی روزای تعطیل. لای قرآن موسی ابراهیم دو برگ گل خشک بود با نامه ای از دوستش عبدالله. دوارلارم تیخلارم به شگل هم مسیح شده، هم مسیح کیفی کشتی، همسو آرزو ایلر که سن تز گلرسن. مرحمتلی دوستون ابراهیم. محصول امسال عالی بود.